مادر فکر میکرد دو قلو دارد. سپس دکتر چیزی باور نکردنی را تشخیص میدهد. این داستان ویژه در خانواده رخ داده است که در انتظار فرزند بوده است. پس بشنوید که در چه شرایط قرار گرفتند. اما لایک ویدیو را فراموش نکنید. از بهترین اتفاقاتی که ممکن است در زندگی ما بعد از ازدواج با شخص مورد علاقه ایمان رخ دهد، متولد شدن نوزاد است که با عطر و بویش میتواند منجر به ایجاد برخی تغییرات اصلی و اساسی در زندگی هر یکی از زوجین شود و علت اصلی آن هم این میباشد که هر یکی از والدین میبایست تمام عادات و رفتارهای نامناسب خود را به دست فراموشی بسپارند و در ساخت شخصیت نوزاد خود بتوانند بیشترین تأثیر ممکن را بگذارند. اما گاهن برخی اتفاقات ژنتیکی ممکن است نوزاد در رحم مادر با برخی ویژگی‌های مختلف به دنیا بیاید و یا حتی تعداد جنین در رحم مادر بیشتر از یک عدد باشد که حالت معمولی این فرایند دو قلو و تعداد جنین بالاتر اتفاق نادر می باشد. لورن پرکینز همیشه آرزو داشت که یک مادر شود. بعد از یک سال تلاش و درمان برای اینکه حامله شود، درمان حاملگی ترسناک به نظر نمی رسید. او و شوهرش دیوید تصمیم گرفتند که تعطیلاتشان را به نیکاراگوای بروند تا مرحله بعدی را در نظر بگیرند. این زن و شوهر با دوستانش همراه بودند و طبق صحبت‌های لورن، او در حضور دوستانش از تلاششان صحبت کردند. یکی از دوستان آنها کشیش بود و در پاسخ گفت: کسی در آن بالا برنامه بزرگی برای شما دارد. نمی‌دانم چی چیزی، اما بزرگ خواهد بود. در آن زمان این صحبت برای لورن کلمات عجیب و غریب بود، اما به زودی متوجه شد که گفته های وی واقعا حامل پیامی بوده است. لورن و شوهرش از نیکاراگوای به خانه به تگزاس برگشت. او به حرف های کشیش در تعطیلات فکر نکرد. برعکس، او و دیوید در مورد چیزی تصمیم گرفته بودند. آنها میخواستند لقای مصنوعی را به ساده ترین روش اجرا کنند. در اول لورن می ترسید که دیگه عقیم خواهد شد، و اما در نهایت پذیرفت و عمل لقای مصنوعی صورت گرفت و لورن حامله شد. در اولین مرحله بررسی بارداری، لورن توسط پزشک هشدار داده شد که سطح سلول‌های موجود در جفت در حال توسعه یا همان HCG بسیار بالاست و این بدان معناست که ممکن است بیشتر از یک طفل در بطن او رشد کند. لورن و شوهرش خوشحال بودند که ممکن است دو قلو و یا حتی سه قلو داشته باشند. آنها برای مدتی طولانی تلاش کرده بودند که فرزند داشته باشند. نظریه داشتن بیشتر از یک کودک خیلی خوب است. هفته ها گذشت. زمانی که پزشک سونوگرافی گرفت، متزلزل شد و برای چند ثانیه صفحه را مطالعه کرد و خبر تکان دهنده ای را گزارش داد. دکتر با آهستگی گفت که من 5 دانه را می توانم ببینم. لورن گفت: این غیر ممکن است. دکتر دوباره به صفحه برگشت و ادامه داد: یک دقیقه صبر کنید، من طفل ششم را هم یافتم. زن و شوهر کاملا گیج و شوکه و به صفحه نمایش خیره شده بودند. 6؟ لورن و دیوید با یک تصمیم دشوار روبرو بود: یا آنها تعداد کودکان را کاهش دهند یا همه را نگه دارند. احتمال زنده ماندن هر 6 نوزاد در زمان بارداری کم بود. داشتن 6 مورد همزمان عوارض خطرناکی را به همراه دارد. لورن و دیوید پس از مشورت سرانجام تصمیم گرفتند که هر 6 نوزاد را نگه دارند و شانسشان را آزمایش کنند. پزشکان نیز قول دادند که همه تلاششان را می کنند تا اطمینان حاصل کنند که هر 6 نوزاد سالم به دنیا بیایند. بیمارستان برای جلوگیری از عوارض مرتبط به زایمان تلاششان را کردند. صبح روز دوشنبه 23 آپریل 2012 روز موعود فرا رسید. لورن در هفته سوم بارداری بود. کودکان قبل از 37 هفته به دنیا آمدند که زودرس بودند. 35 نفر از بخش مربوطه بیمارستان در اتاق زایمان گرد هم آمدند. زمانی که مرحله زایمان فرا رسید، دکتر 6 پرستار کار داشتند تا آماده باشند و هر کدام یک نوزاد را بگیرند. کار ساده ای نیست و مملو از استرس است. لورن میگه: من هیجانی و عصبی بودم. این واقعیت دارد که یک بار 6 طفل خواهم داشت. در کل 9 دقیقه طول کشید تا تمام 6 نوزاد را به دنیا آورد.
اندرو، بنجامین، کارولاین، لیا، الیسن و لیای که وزن هر کدام بین 400 تا 900 گرم بودند. لورن میگه من انتظار نداشتم کودکانم را تا روزی بعد ببینم، اما پرستاران آنها را یکی یکی آوردن و من توانستم انگشتان کوچکشان را لمس کنم. بچه ها انقدر سالم نبودند که در چند روز اول بتوانند در کنار مادرشان باشند. روز چهارم آلیسن اولین کودکشان بودند که در شرایطی بهتر قرار گرفت و پرستار کودک را آماده کرد تا لورن او را در آغوش بگیرد. چی احساسی داشت؟ لورن گفت در لحظه ای که کودکم را در آغوش گرفتم مادر شدم. چند هفته ای اول زندگی پر خطر و پر آشوبی برای والدینشان بودند. ترس از عوارض بالقوه که ممکن است به معلولیت فلج و یا بدترین سناریوی مرگ منجر شود. خوشبختانه هر شش کودک با آهستگی اما با اطمینان رشد کردند. بعد از چند هفته عشق و محبت پرستاران و بخش نوزادان، والدین توانستند فرشتگان خود را نگه دارند. پنج نوزاد توانستند در چهار ماهگی به خانه روند، اما لیای کوچک چند هفته دیگه باز هم در بیمارستان ماند. زیرا او کوچکترین بود و برای فضای بیشتر در رحم تلاش کرده بود، ولی در زیر دیگران قرار گرفته بود و نتوانسته بود تا تغذیه کامل بگیرند و به این دلیل مغز او کامل رشد نکرده بود. خانواده مورد حمایت بسیاری از عزیزان قرار گرفتند تا آنها سخت‌ترین شرایط را پشت سر بگذارند. کمک مالی نیز هم از اقارب و هم بیگانه ها به آنها رسیدند. لورن به تمام تیم بیمارستان مدیون است و نهایت از آنها سپاسگزاری میکند و میگوید که بدون آنها بچه های من قادر نبودند که به خانه روند. دکتر من بهترین بود و من برای همیشه از او سپاسگزارم. تمام پرستاران از ما حمایت و مراقبت کردند و کمک های اولیه را به ما یاد دادند. سپاسگزاریم. حالا این کودکان هر سال روز تولدشان را یک جایی جشن می گیرند. کودکان ما همه به مدرسه می روند. فقط لیای ما به مراقبت بیشتر نیازمند است. ما همه به او توجه می کنیم و او به مدرسه ویژه می روند و در آنجا نیز مورد توجه ویژه قرار دارد. چی یک داستانی، چی یک فامیلی، عجیب شش قلویی و برای همه ایشان صحت و سلامتی خواهانیم. امیدوارم که از ویدیو خوشتان آمده باشد. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.